ادریس جان خان بر ما 10,000 که ارسال کرده بود از لندن، 1,000، 2,000، 3,000 و ای هم 4,000. این شبی جان، یکی از دوستا عکسای خود بر ما فرستاده، میخواین که امروز خودت یک مسابقه داشته باشه. بابا جان عزیز تشکر میکنم، بنیانگذار چینل یوتیوب صدای کابل تشکر میکنم. باور کنید که با مثل خودت تمام موها را تراشیده و گفته که با مبارسه میخواییم فقط با خودت. ایده برای تمام مردم شریف افغانستان، کسایی که در داخل افغانستان است و بیرون از افغانستان زندگی میکنن، از صمیم قلب برای خودشان و فامیلای محترمشان مبارکباد میگم. برام خداوند یک تای مهربان سلام عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزا، امید که دارای صحت کامل باشین، روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی ها آغاز کرده باشین تا ایدم و همچنان روزهایش سپری کرده باشین. عزیزای دل، امشب باز هم ما سحرک برید در خدمت شما عزیزا قرار دارم و یکی از برنامه های دیگر افطاری شما عزیزان را خوش آمدید میگم. امشب عزیزای دل باز هم دو مهمان عزیز با خود در برنامه دارم که یک مهمان ویژه داریم و همچنان یک خانواده مستحق داریم که امشب پدرجان همچنان در برنامه داریم. پدرجان سلام بر خودت، خوب هستی؟ انجیرا جان خیلی ببینی مادر، خوب هستی جانه که جور بخیر هستی؟ صدمند هستی پدرجان؟ شکر مهربانی خدا، زنده باشی، سلامت باشی همشری گل قربانت. پدر جان نام ته برم بگو. نام احمد خان است همشری گل. بسیار خوب، بسیار خوب. پدر جان بگوین که مصروف چی کاروبار هستین شما، چی کار میکنین؟ مصروف کاروبار همشری جان از یک کاروچیگا که یک تیره دارین دمی بوتل پروان گلای سینما قلعه نجار آین دنیم منطقه تا بالا میگردیم، یکم باره که یکم سیاسر میگیره، یکم مرده که میگیره، یک پنج سیر داسیره که بار میکنیم در کراچی هم بار که زمور را یک پنج رفت دار پا میتونم بار زمور را میرسانیم در منزل شما. بسیار خوب، بسیار خوب. عزیزای دل، قسمی که صحبت های کاکا جان هم میشنوین، البته من دو مهمان گفتم، مال شما شاید فکر کنین که یک مهمان دیگه چی شد که یکی خوب پدر جان است. امشب در برنامه باز هم مهمان ویژه‌ای که داریم باز محمد مبارز هست که قهرمان خیلی خوب و میتونم یکی از ورزشکارهای خیلی خوب بگویم امشب در برنامه مهمان داریم شم و سخنهایش هم میشنویم امشب در برنامه و یکان گیم هم بر شما آماده کردیم از دل امشب که باش که پیش از اینکه باز محمد مبارز خودش ببینه خوب است که من قبل از اونا به شما نشان بتم. جوان را میبینین که خوب ماشاءالله اندام زیبا داره و همچنان نگفته نمونه که اندام جور کرده و خاطر مبارزه با باز محمد مبارز میخواید که یک فایت بگیره و یا همچنان یک مسابقه داشته باشه. اسمش هم دیگه اینه ایرج جان است. ایرج جان هم باش که دیگه خدا کنه که مقصد قهرمانی را ببره. چلنج دادم رایش باز محمد مبارز امشب، من هم عکسش آوردیم باش که باز محمد مبارز امشب چی گفتنی داره. پدر جان باز محمد مبارز خب میشناسی دیگه انشالله؟ آخ برا که خندم میشناسم. چقدر علاقه من به ورزش هستی پدر جان خند، از گذشته ها بریم قصه کنیم. والا دیگه ما دیگه ورزش هم خدا چه علاقه کردش نداشتیم، بسیم خدا وند طلا میره چی بده توفیق بده که نام خدا. قهرمان هستن، دستاوردهای خیلی خوب دارن به افغانستان. بسیار خوب پدر جان، بین از گذشته ها بگوین، حال قسمی که میبینین در این زمانه، در این زمانه ما ورزش است و تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرده، در گذشته ها چگونه بود؟ مردم ورزش میکرد نمیکرد؟ میکردن و بود، پالوانی بود، ورزش بود، مگر نمیخرد به این سیستم که حالی ها هستن و نام خدا حالی ها دیگر دیگر رقم قهرمان برآمدن. دقیقا پدر جان، خودت کدام مسابقه را زیادتر دوست داشتی در جوانی ها؟ از جوانی ها برام بگوین یک ذره. از جوانی ها بچه ما بگویم عمر ما تمام و عمر ما در سنگ شکنی و در اینمی که پاتر شده بچیم. ما دیگه از اونم فقط یک غریب کاری بودم، فقط روز سام دن و کسب سنگنی و اینمی که وظیفه سنگنی را پیش می بردم، اونم فقط نفقه ایال پیدا می کردم. باز اونم آمده بودم در شوق و زوق روزه و نماز خود بودم، در حساب چی خود بودم بچیم.
آها بسیار خوب. پدر جان بیاین از مسابقاتی که در گذشته برگزار میشد اشتراک میکردین نمیکردین؟ میرفتیم همچنان مسابقات در چی که میشد در غازی سیدون یک جایی که چی میشد پالوانی میشد ما دونجا میرفتیم سیل میکردیم پالوانا را سیل میکردیم مسابقه را سیل میکردیم خوب وقتا بود خوب وقتا مالی هم شکر خوب وقتا پدر جان امشب باز محمد مبارز قسمی که در برنامه میه این بچه جوان هم میبینی دیگه این نام خدا یک جوان موفق خیلی میخواه که امروی باز محمد مبارز یک مسابقه بده به نظر خودت این میبره یا میبازه؟ نه انشالله که خواد بود خواد بود؟ انشالله که خواد بود چطور پدر جان این تصمیم شما چطور گرفتین که نه چطور حد زدین که میبره؟ بلا میبره انشالله که چرا دم تلویزیون که من خودم یک تلویزیون یک خورترک دارم خواه دم خانه هم یک شب میره سیل کردم خواه خواه همو شب که شیر برد معمول هم بسیار خوشبخت شدم خیلی خوشبخت شدم گفتم خدای پاک دگام توفیق بده شکه همین کامیاب شما بخیر زنده باشین قربانتان سلامت باشین یک بار دیگه شما از آن خوش آمدید میگم ادامه برنامه هست و این قسمی که گفتم منتظر به مهمان بودم مهمان عزیز همچنان با خود و در کنار خود دارم مبارز عزیز سلام بر خودت خوش آمدی سلام خدمت شما خدمت بینگاه عزیز خدمت بابا جان عزیز قربانتان زنده باشین مبارز عزیز یکم یک برشیمه تر ماشاءالله صحبت کنین و از ضمن ازی بگوین که ازدحام چقدر بود چقدر نبود چون منتظر شما موندیم بدون شک شهر کابل یک ذره به این وقتا دیروار خود داره دقیقاً ولی ما قدر درابندی بند نمانده نمانده بوده دیگه بسیار خوب بسیار خوب مبارز صاحب یکی از علاقمندای شما پدر جان است امروز در برنامه پشت سرتان یکم که مقصد غیبتتون کردیم جورسی بابا جان شکر خدا خدا شکر زنده خوب باشی مبارز صاحب خداوند تعالی شما رو با عزت و ابرو داشته باشه خداوند تعالی همت کام و همت کام و واسه همت کام و پیغام باشه مبارز سابقا قبل از اینکه شما بیاین اینجا ما در مورد شما یک کمک صحبت داشتیم با پدر جان پرسان کردم که در گذشته ها کدام مسابقات بود چون حال خب با وجودی که روز به روز تکنولوژی پیشرفت میکنه مقدر همه چیز برای امکانات برای جوان ها زیادتر شده میره گفتم در گذشته ها چقدر بود گفت فقط پهلوانی بود گفتم خب مبارز صاحب هم میشناسین یا نه گفت دقیقاً که من یکی از کسایی هستم که گفتم مسابقه میرفت من براش دعا کرده بودم یا نه در کنارتان هستم امروز سابقه که بود چند داشتیم مختصری که بود در افغانستان ولی باز امی اطلاعات رسانی نبود تلویزیون مثالش فیسبوک چیزا نبود و قدر زیاد با چهره ها کس آشنایی نداشت حال شکر فضل خدای نمی رسانه هاست تلویزیون هاست چینل ها یوتیوب هست فیسبوکی هست زودتر امو چهره های ورزشی را یا قهرمان ها را مردم حتما بابا جان ما را دیگه از طریق تلویزیون و فیسبوک نداری؟ نه نه هستین بر ما و پدر جان همچنان یک سفره ای را که برش همه روزه بر تمام دوستان آماده میکنیم خواستیم که امروز بر شما همچنان آمادش بسازیم و مهمان داشته باشیم و عزیزایی که علاقمند خودت بودن کامنت گذاشته بودن که مبارز صاحب دعوت کنین و امشب این مبارز صاحب هم در برنامه داریم مبارز صاحب از بین در قدم نخست شما شروع کنین که مسابقات چگونه هست چقدر پیش رفتین و آمادگی کدام مسابقه دیگه هست نیست تشکر کار بسیار زیاد خوب میکنه کار بسیار خیر میکنه خداوند اجرش نصیب شما همه ما شما را خداوند بابا عمر طولانی نصیب بکنه برای شما دوستان ما مسابقات چند روز پیش شما شاید بدین یکی از مسابقات ما از طریق تلویزیون طلوع العمل لایو بود در کابل برای اولین بار بود که ما بنا به تقاضای مردم که چند سال میشد برمشله بودن که یک مسابقه در کابل بود ما با
طلوع و سازمان سلفسی قرار داد کردم. پیش از تمرین رفتم روسیه، یک تمرین های بسیار خوب سقیل تحت نظر ترینرهای روسی تمرین خود کردم. آمادگی بسیار زیاد خوب بود، شکر الحمدلله. عریفم از کشور اوکراین بود که هموطنهای ما شاهد بودن که در راوند دوم من تانستم بشه یا نکاوت یا سابمیشن تسلیم شدم. دیگه فعلا رمضان است، بخیر. بعد از رمضان هم انشاءالله برنامه داریم، برنامه بسیار بزرگ داریم، مسابقات خیلی بزرگ داریم پیش رو. باز تاریخش مشخص شد، باز انشاءالله در جریان بود. انشاءالله مبارس یقین برای تمام دوستا، برای خودم شخصا مهم این است که ما همیشه در زندگی ببریم. گاهی وقت باید بازنده هم باشیم در زندگی، به دلیل از این اگر باخت در زندگی نباشه باز ما شما برده نمیتونیم، اما باخت هست که ما کوشش به این میکنیم که باید برده هم در زندگی داشته باشیم. و شما اگر ببازین یا ببرین با ما همون قهرمان هستیم. خب مسابقات دو سکه است، دو قهرمان که در میدان میدره بدون شک یکیش میبره یکیش میبره. دقیقا نموت رسمی پیش از ده مسابقه خودم متواتر ما برد داشتم. در می اواخر ما در مسابقه قبلی ما آمادگی خوب نداشتم، در کابل تمرین های خود کردم در کابل. خب مشکلات گوناگون زیاد است. در روسیه رفتم با عارف روسی خود، ما مسابقه را واگذار کردم. ما فکر میکنم، بازم تکرار میکنم، مسابقه برد و باخت داره. خب در این قهرمان های دنیا هم میبره هم میبازه، ولی ما باخت ما را بسیار زیاد باوش ساخت، بسیار زیاد قوی ساخت. و این را بعضی کسا سر مسابقه این تبصره کردن، بعضی گپای منفی زدن که چرا مبارز باخت، ولی ما در یک کلمه برشان میگم که بازم مسابقه باخت برد داره. ولی همون گپا باعث شد که من این دفعه رفتم در روسیه بسیار سخت تمرین کردم، بسیار یک آمادگی خوب از لحاظ نفس، فیزیک، تخنیک بسیار خوب. همه رقم هم بود که عریف اوکراینی دو برابر ما ریکورد داشت، یعنی عریف بسیار با تجربه بود. ما قسم او را که در داخل میدان رفتم شکستش دادم که خودش تصور نمیکرد که ما را چه رقمی شکست داد. با او خاطر ما از امو عملایی که میکردم چهار پنج مشتی خود آماده کردم، نفس خود ما در راون اول که تیر شد من احساس نکردم که ما مسابقه کردم، یعنی آمادگیم بسیار زیاد خوب بود. دیگه انشالله مسابقه بعدی مزیدتر خوبتر میباشه و مردم میخوام که بسیار به صبرانه انتظار مسابقه بعدی است و مسابقه بعدی را کلانتر، خوبتر، بزرگتر با یک آمادگی خوب میکنم باشه. مسابقه بعدی امکان داره که یا در کشور لبنان باشه یا در روسیه باشه. انشالله. و احتمال داره که باز در کابل مسابقه کنم، ولی من پیش بینی کردن نمیکنم. مبارز صاحب خان بیاین که در روش آغاز برنامه باش که یک شوخی کنم. یکی از دوستا عکسای خود برام فرستاده، میخواین که همراه خودت یک مسابقه داشته باشه و چی احساس میکنین امی لحظه که چی گونه شخص باشه؟ آیا میبرن یا میبازن پیش شما؟ و حالا گفتن نمیتونم ببینم که کیاسی کس هست. ای کاکا و گفته خودتان ای کاکا و جوان خودش در کشور سویز زندگی میکنه. دیگه از امی بند بازوش باش که یکم اکا برتون نشان بودم که چطور از بجان جور است انشالله. خوب معلوم میشه. خوب معلوم میشه. اسمش ایرج جان است، در کشور سویس زندگی میکنه. دیگه برای خودت چلنج داده مقصد خود تا حالا دیگه برش چی گفتنی داری؟ من در چهری از این نوا شناسم، نه افهم که این زیبایی اندام میکنه، این رزمی میکنه، این پیپان میکنه، او بازی میکنه، چی میکنه؟ خب مبارس هم شما چی گفتنی دارین برشان؟ امشب اینا میخوان که امروز شما مسابقه بتن و خواستن که یک مسابقه با شما داشته باشن. این مسابقه ازی در ایم امیز، در پلاو خوردن هست. گفتن در ایم امیز؟ گفتن مقصد مسابقه ما ایم امی میخواییم امروی مبارس داشته باشم و اسمشم ایرج است. از من مذاق میکنم. مذاق میکنم؟ حالا شما آماده هستین یا نه که امروشون مسابقه بتین؟ این ما که تا که از شخص معلومات درست نداشته باشین که او چند مسابقه داره، چند ریکورد داره،
حال ما ایره اصلا نه بار حال است ببینه حال ما فکر میکنم که مقصد علاقه مند توم از واسه ما گفته نمانه من تشکر میکنم فکر میکنم رزمی کار نیست شاید زیبای نام کار باشه خیلی نشد دیگه نه دیگه مات مال مات نداشت بازه خود شب داشته باشه خیلی به خدمت اگر ایره جان اگر خودت با شب علاقه داشتی که یک چند مشت مقصد بخوری دیگه مقصد مبارس هم در اختیار خودت هست نه من باور دارم که این مذاق منطقه مقصد یک از بس که دوستتان داره اکسایی که بر من فرستادن باور کنید که با مثل خودت تمام مهار تراشیده و گفته که با مبارس های بخواییم فقط با خودت که من باید مسابقه داشته باشم من از ایره جان تشکر میکنم دیگه هر جای هستی خداوند جور و آرام داشته باشید باز اگر زندگی بود میبینیم از نزدیک گفتن مقصد من در کشور سوئیس هستم هر وقتی که بگویم مبارس هایت من میایم در کشور سوئیس دوستای ما افغان ها بسیار زیاد هست کردم من زیاد در تماس هستم و سلام احترام مرا ایره جان تو وسیله شو بر کل افغان های ما دارم قربانتان زنده باشین من که تو مسابقه نمیکنم از همینجا همی عکس تک دیدم تو بردی بر تو تسلیم قربانتان زنده باشین سلامت باشین مبارس های عزیز بیاین در رابطه با کارهایی که در زندگی روزمره انجام میتین بیشتر مصروف چی ها هستین زمین از اینکه خودت با وجود که یک قهرمان هستی مسابقات داری ورزش میکنی ما اکثریت مصروفیت های ما ورزش است من دیگه کدام کار ندارم من این تمرینات و برنامه های ما کلش به شکل عرفه‌ای پیش میبرم و در المپیک افغانستان یا تربیت بدنی ما رئیس فدراسیون ورشای رزمی هم هستم همین بخش ما که MMA است نه مبارزات آزاد و ما مسئولش هم هستم زیافتر کدمی ورشکارا و جوانا و قهرمانا سر کار دارم برگزاری مسابقات هست تمرینات هست اما انگی مسابقات بیرون مرزی است دیگه کدام کار خاص یا شخصی ندارم بسیار خوب یک سوال دیگه هم به عنوان یک سوال دیگه هم بپرسم که اکثر اوقاتی که بیکار میباشین زیادتر مصروف چی چیزها میباشین شما؟ من اکثر وقت بیکار میباشم کوشش میکنم که در خانه باشم در خانه باشم کوشش میکنم در خانه باشم که ریلکس باشم آرام باشم چون من صبح و بیگاه تمرین دارم هر روز متواتر اونم قدر دیگه وقتی بسیار زیاد برم نمیمانه که دیگه کارو دیگه مصروفیت رو پیش برم دیگه جا کنم کوشش میکنم دونه اون وقت در خانه باشم آرام باشم ریلکس باشم و در تمرین بیگاه خود آمادگی بگیرم به اون خاطر زیاد خود فکر خود انرژی خود پراگنده نمیکنم زیاد جای نمیرم زیاد کسی های گب نمیزنم و گب زدن و جای رفتن کل از انرژی مصرف میشه تو انرژی رو نمیخوایم شما مصرف کنیم من نمیخوایم انرژی به جای مصرف شه اکثریت وقت خوش میکنم در خانه باشم آرام باشم پر انرژی باشم فکرم آرام باشم دقیقاً بله بله خانه میباشم بسیار خوب پدر جان با وجود که آقای مبارز از نزدیک میبینین چه احساس داری امی لحظه خودت با وجود که پیشتر قصایش ما خودت کردیم من گفای مبارز را گوش دارم دیگر چیزی که می میگه خودش رو با زبان خود چی میکنه خداوند تالا میگم دیگه میره ترقی بتا خداوند تالا در ما چی خود خداوند کامیاب داشته باشه اینه مای بابا جان یک های سلفی هم بگیرین چرا نی؟ اینه در برنامه هم یک عکس سلفی عزیزو میبینین که مبارس های با پدر جان میگیرن مبارس های بخند اگر اجازه خودت باشد تصویری که از خانه پدر جان آماده شده بریم به طرف تصویرشان تا خانه ایشان مشاهده کنیم و دوباره برگردیم عزیزوی دل میریم به طرف تصویری که از خانه پدر جان آماده شده میریم میبینیم یک جا دوباره برمیگردیم دوستای عزیز سلام و خسته نباشین هر کجایی که هستین خدا کنه جور صحتمند باشین و روزهای رمضان رو بخیر سپری کنین باز هم من سوسن گرام همراه شما هستم اما به برنامه مساعدت افطاری که در بخش اول من هستم و امروز هم قسمی که در برنامه قبلی خود گفتم ادریس جان قند بر ما 10000 که ارسال کرده بود از لندن ما 5000 شب یک برنامه اختصاص دادیم که او را هم شما میبینین و همچنان 5000 دیگر که ما امروز به این برنامه اختصاص دادیم که برنامه مساعدت افطاری هست و باز هم آمدیم در عمده فروشی و می خواهیم مواد را که به نیازمند و یا مستحق بگیریم او را هم تسلیم شویم و به نیازمند بدیم دوستان این مواد را که ما امشب به خاطر نیازمندی که امشب مد نظر گرفتیم به خاطر افطاری ما آماده ساختیم و شبی جان هم گفتیم بر ما آماده کرده اینجا هستن و می خواهیم لیست هم از پیشش بگیرم و پول را هم برش بدم و تسلیم کنم مواد ما را هم بگیریم به خاطر نیازمند
حبیب جان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ الحمدلله. سلامت باشی. لست مختار است دیگه؟ بله. بخانم برتان. آها. خب. آرد یک بوجی، برنج، لوبیا، نخود، روغن، خرما، چای سبز، مکرونی، آش و مای ظرفشویی. آها سلامت باشی، زنده باشی که مجموعاً 4000 شد. بله. 4000 به خاطر شده که 500ش کرای موتر است و 500ش کرای موتری که باید نیازمند مواد به خانه خاطر سال کنه. از این خاطر است. آشبی جان قند هم تشکر از اینکه خود هم بعضی چیزها را اضافه کردی به امشب و این نیازمند خداوند حج و ثواب نصیبش کنه. نصیبت کنه. نصیبش کنه. آشبی جان من هم میخوام پیسه تا بتم که 4000 شد نی؟ بله. 1000 2000 3000 و ای هم 4000. این شبی جان صحیح شد؟ شبی جان آقا سلامت باشی، تشکر بسیار. ای هم لست ما. دوستای سلام، دوباره پدر جان ما بسیار با مشکلات پیدا کردیم. پدر جان در مصروف کار خود بود، ما هم تعقیبش کردیم تا اینجا، دیدیم که چقدر به زحمت زندگی را پیش میبره. حالا هم آمدیم پیش خودش و میخواهیم که از زبان خودش مشکلات چپرسان کنیم که چقدر مشکلات داره. سلام پدر جان، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ خیلی بینی خوب هستی جان جور، بخیر هستی، زنده باشی، سلامت باشی، خوراک خندم زنده باشی که ما را غریبا را یادآوری کردین. خداوند تعالی که تون خوبی کنه، ما ازتون خوش هستیم. خدا و رسول ازتون خوش باشه. بچه سلامت باشین پدر جان قند، زنده باشین، خداوند خیر نصیبتان کنه. پدر جان قند، اول میشه خدا کوتاه بر ما معرفی کنین، باز از مشکلات زندگیتان بر ما قصه کنین. من نام احمد خان از خوراک قندم، احمد خان ولد پاینام آمد است. از دیگه مشکلات های دنیا بسیار زیاد است بچیم، اینقدر مشکلات دارم که من یک نونوار خانه داشتم که بام در 9 سال 10 سال شده که دوام بس پول چرخیست. اونم یک کراچی که کنه دارم، کنم را ایلی خدا گفتم میبرم در سرکا میبرم، یک ایسون ایسون یک پنج تا پیسی پنج تا دو تانان پیدا میکنم. اونم را میارم یک قطول های موت خدا میکنم، 15 در 15 بخشی من بچه ها که خون خرچی و جیب خرچی جیب بشم میبرم. بله بخش از اون یک نان و یک چیز میبرم سبقاتی. دیگه از دیگه مشکلات های دنیا دخترم بسیار زیاد است. خداوند تعالی شما را خیر بده که ما غریبا را یادآوری کردیم. سلامت باشین پدر جان، زنده باشین، به یاد خدا باشین. سلامت باشین، تشکر. باز در فامیل چند نفر هستین پدر جان که خودتان نانوار خانه هستین؟ خودتان نان میارین؟ نانوار خانه خودم هستم، مال شخصا. اونم یک سر پیچ سفیدم است، دیگه کسی نیست غیر دربار خدا بچیم. اونم خودم یک کار غریبی اگه کنم اگه نه که نکنم، هم کرای خانه در سرم هست، هم کرایه هست، از برق هست، از این چیزا زیاد هست بچه. مشکلات ها بسیار زیاد هست جان پدر. آها راست میگین، واقعا زیاد مشکلات. سلامت باشین، زنده باشین، ما را یادآوری کردین، به یاد خدا باشین. سلامت باشین پدر جان، خداوند دعایتان قبول کنه. باز این خانه از خودتان است پدر جان؟ نه خوره که این خانه را مای 2000 کرام میتونم میگه یک خانه و یک دالیز است. اما یک اتاق است؟ یک اتاق است بچیم، دیگه اتاق نداریم غیر این یک اتاق است. دیگه اتاق نداریم، یک دالیز است، یک اتاق است بچیم. آها باز پدر جان کس دیگه مامورتان کمک کرده؟ کسی که ایتان کمک میکنه؟ چرا نمیکنه دیگه؟ هیچ کسی که کسی دیگه کار ما کمک نکرده جان پدر. هیچ کسی که خودم کار کنم اگه نه که نکنم گشنه و تشنه هستیم بچیم. خودتان کراچی میبرین؟ خودم هم کراچی میبرین. باز برخورد مردم همراهتان چرا خم است؟ کس برتان نمیگه که خود مال ما را نبر، نمیتونی برده؟ نه نمیکنن. یعنی خدا غمارم خیر بده، هم کسایی که بخشنه اول خود بار نمیکنن. یک 40 روپه 50 روپه دسته میتونه میگه توری سفید هستی برده نمیتونی. باز سر از اون بازش بار میکنه بیچاره، یک بار سبک میباشه به اندازه میباشه، باز میگه بگی بابا جان میره ببر. باز اون یک ببرم در خانهش میرسانم، در جایش که میرسانم یک 40 روپه 50 روپه. راستی خداست که کرده ما کمک میکنن، خیر ببینن، خدا مسلمان ها را کم نکنه. زنده باشین، یعنی الهی امین، خدا خیر نصیبشان کنه، مملکت ما را آرام داشته باشه. الهی امین انشاءالله. هستن فرد خدا، دلسوزا بسیار است بچیم. بله هستن، چطور نیستن؟ راست میگین پدر جان، خدا خیرشان بده که همیشه دلسوزی خدا میکنن. زنده باشین، سلامت باشین، سلامت باشین، زنده باشین. خداوند تعالی شما را خیر بده، خداوند تعالی با عزت و با ابرو داشته باشین. الهی امین، زنده باشین، سلامت باشین، تا دنیا باشه سیر سواد باشین بچین، که با غریبا رو یادآوری کردین بچین. زنده باشین، تشکر بسیار زیاد، یه حق ما هستم. پدر جان قند، خودتان که کراچی وانی میکنین، کراچی دارین؟ بله. روز چند به دست میارین؟
روز یک باز روز 200 میشه، باز روز 1500 میشه، باز روز 300 میشه. و دیگه چی نیست اگر دائمی یک مشخص نیست. مشخص نیست. یعنی هر روز 300 400 500 درسته ما به او تو مشخص نیست اخبار خندم. باز از این صدر پا در صدر پا باز شما هم خرچ خانه را میپردین هم با بچه یکتان پیسه میبرین؟ بخشی بچه یکم یک 500 600 یک هزار که برابر میشه باز امور هم بخش از امو چی یک کلده کلم میکنم بخش از امو رایی میکنم بچه امون یک 50 تا نان میبرم یک چیز خوش که پیدا میشه در خانه او را بخشی پخته میکنیم یک کچالو می باشه یا هر چیزی که می باشه هر چیزی که خود ما می باشه بعد خود ما می خوریم بخش از وام رای می کنیم باشیم. بله خیر ببینین زنده باشین با جان خند. می خواهیم که امشب مهمان شما باشم. هزار دفعه چرا نی ما خوش میشم به تو شما مهمان ما باشین. ما والله که خوش هم که ایران بانی سلامت باشین زنده باشین با جان خند. اگر من نمی بودم اینجا نمی بودم شما به افطاری چی آماده می ساختین در افطاری امشب؟ چیزی که داشتین دیگه بچه یک لقمه سبزی ما چی می میان مادر پیش سفید پخته کرده چی پخته کرده خب مقصد چیز خدا واست. یعنی من خودم گفتم که بخش از هر چیزی که باشه چیزی که دادگ باشه در کاسه میبره بخشم در افطاری باز خداوند مهربان ذات است. در روز افطاری هر چیز پیدا میشه شکر. آها سلامت باشین. راست میگین ماه رمضان ماه پربرکت است. ماه پربرکت است. راست میگین سلامت باشین. پدرجان قند سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. شما امشب مهمان ما هستین در بخش برنامه دوم ما. ما شما را مهمان میکنیم، شما را میبریم با خود، اما با همکار عزیزم هستین شما در مهمانی و همچنان ما مهمان های ویژه هم داریم. اگر شما همراه ما ما خرسند میشیم، خوش میشیم که شما در دسترخان ما باشین. زنده خوب باشی، سلامت باشی بچین. بازی پیش سفیده باز من چرا قمیلا کنم در خونه که بگو تنهایی روز افطار کنه دیگه بازی خوبیش نمیه بچین. اما شومکی که میشه در روز افطاری خدا پیش ازی من خدا میرسانم در سر زمینی که باشم. یعنی نمیشه برو تنها بانین؟ نه نمیشه تنها کهی میمانم. بله؟ تو میری برو وقت میزه دیگه سوخت خو خیلی هست میشه باز میان دختر ها میرد چیاش کس هم صاحب اولی هم کس باز بیچاره میان کسشون تنها نمیمانن شب باز روز مطال میخورم میای اما بیچاره رو میبرن یا در خانه کلی خود میشانن یا اینجا میان کسش روز رفتار میکنه بچیم. آها خیر باز مشکل خانه خیر که شما امروز نه که مشکل ندارم باشیم نه. آها صحیح سلامت باشین زنده باشین. پس امشب شما مهمان ما هستین درست است؟ هزار دفعه سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشین. زنده باشین. اگر شما گفتنی داشته باشین به بیننده های عزیز که شما را میبینه و کسایی که توانای کمک را دارن و کسی که امروز بر خودت کمک کرده و خودت مهمان کرده زنده خوب باشن سلامت باشن خوار خندم تا دنیا باشه خداوند تعالیت سیر سب داشته باشه جون. اینقدر که کمک به ما کردن به یادآوری به ما کردن خداوند تعالی همه قدر قرب عزتشون بالا کنه بچه‌ها. الهی امین سلامت باشین. کار 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 کنه خود کردم هر چی خود با آرام باشن بچین. زنده باشین پدر جان خداوند دعایتان قبول کنه. ماه رمضان ماه کمک به نیازمندا هست و سپاسگزاری میکنم از فواجان عزیز که همیشه سفره نیازمندا را رنگین میسازد در برنامه مساعدت افطاری یعنی در رستوران ها و همچنان از ادریس جان از لندن که امروز کمک را کرده که ما به نیازمند تسلیم میکنیم و یا به کسی که مستحق هست خداوند حج و ثواب نصیبش کنه و همچنان از همه عزیزایی که همیشه ما را همراهی و حمایت میکنن. دوستان عزیز شما را به خداوند یکتا میسپارم و حسابی بیشتر با سحر جان باشین. پدر جان بگوین برم که از این وضعیتتان چقدر ناراضی هستین شما و خواستتان از مردم ما چی هست؟ از عزیزایی که خودتان میبینن چی خواست داری از اونا امروز؟ چی خواست داشته باشم بسیم چیزی که از قدرتشان از سوانشان میشه کرده ما کمک میکنن خداوند تابا کردشان خوبی کنن خداوند با عزت با عبرو داشته باشه شما الهی آمین دیگه و از این زیاد دیگه کرده ما کس و خواهد چی نمیکنم مادر خوبا کرد نه ما خود ما مقرد واسه توان کار ندارم و واسه توان کار داشته باشم خدا بزرگ است. خدا بزرگ است. ما شما وقتی که خداوند داریم فکر کو که همه جهان ما شما داریم. زنده باشید شما. من فکر می کنم که یعنی جوار انسان جواری مرد و
روز و روزگار تلخی های زندگی را من فکر میکنم اکثریت 90% مردم افغانستان این بیچارگی را، ناداری را، گشنگی را، فقر را کشیدن. من میخوام یک خاطره زندگی من از خودم بگویم. ما وقتی که پدرم فوت کرد از پدر ماندیم، من خودم سند ما در سندای 12 ساله بچه بودم که من یک کراچی را کرا گرفته بودم. یادم میاد در شهر پلخمری زندگی میکردیم. من کراچی را میکردم به خاطر یک لغمه پیدا کردن نان خشک. از صبح تا بیگاه یادم میاد که در ماهای رمضان هم من دست فروشی و کراچیوانی این کارا را میکردم. ولی با یک قیمت بسیار بالایی که امروز خودت میبینم، با ریش سفیدت، ولی با یک غرور بسیار بالا کار میکنی و روزگار نفقید پیش میبری. این رقم ما سندم خرد بود، ولی با یک غرور و با یک قیمت میرفتم کار خود میکردم. حتی اونمو یک لغمانان خشک پیدا میکردم میبودم. ولی اونو روز هم تیر شد. امروز هم در یک روز خوب قرار داریم، این روز هم تیر میشه. زندگی فراز و نشیب خود، خوشی های خود، خفتگی های خود این روزا را دارم. من دعا میکنم خداوند امتت بیشتر بزنم، خداوند آخرت کل ما شما را خوب بگردانه. این روزا در گذشت است. دقیقا. و تشکری خاص میکنم همچنان از ادریس جان که مبلغ 10,000 افغانی از لندن پر فرستادن. بسیار تشکر میکنم ادریس جان عزیز. خداوند حجر شب نصیب خودت همچنان بگردانه. که سهم امشب ما 5,000 افغانی هست که برای پدر جان امشب آرد و برنج و روغن و غیره مواد غذایی را که گرفتیم تقدیمش میکنیم. و نگفته نمونه که ما همچنان بلشب با همون پولی که پیش ما مانده میخواییم که برای پدر جان در شروع برنامه همچنان در یک قسمت برنامه تسلیمش کنم که مبلغ 4,000 افغانی را ما برایشان مواد خوراکه گرفتیم. و همچنان نگفته نمونه که 1,000 افغانی که باقی میمونه به شما 500ش کرایه یک طرف برش از را و 500 افغانی دیگه همچنان کرایه رایی که پس از این طرف به خانه تمام مواد غذاییش انتقال میده. مبارز صاحب قند، ای هم بله که خودت هم باید بخوانیش یک بار به اطمینان بر تمام دوستا بگویی، چون هر برنامه که میباشم من میخوایم که عزیزان مطمئن بسازم پول را کنو ارسال میکنن. ما همون مبلغ بر عزیزان ما میتونم تو را میشه خودت بخوانی و ما هم می شماره تلفن مد انشاءالله ایره بیم با کلمت تماس باش. ما هم انشاءالله بخوانیم. قربانتان زنده باشین. و همچنان پدر جان باش که دمی پاکت نمبر مبارز به خند نوشته کرد نمبرش از ما. و همچنان 500 افغانی که کرایه رایش هست همیشه در هر برنامه برای همه دوستا تقدیم میکنم. این هم کرایه را پدر جان عزیز برای خودت که از طرف ادریس جان امشب برای خودت کمک شده مبلغ 5,000 افغانی. باشه با عزت باشین. خداوند تعالی تا دنیا باشه شده حال اولادتان آرام داشته باشیتان همه سرفراز باشید، سرفراز دنیا و آخرت باشید. زنده باشین پدر جان. خدا من شما را از این وضعیت انشالله رهایی پیدا کنه و از همون خزانه غیبش همه ما شما را انشالله کمک کنه. مبارز صاحب عزیز، خودت کدام گفتنی اگر داشته باشی بر دوستای ما؟ من تشکر میکنم از شما از اینکه ما را دعوت کردین و با بابا جان معرفی شدیم و از این کار خیلی که شما انجام میدین به مردم فقیر بیچاره همچون بابا جان واره. خداوند خیر نصیبتان کنه. زنده باشین همه ما شماره. و من انشاءالله در خدمت هستم. اونو شماره تلفن من انشاءالله من در خدمت هستم. بابا جان برام زنگ بزن. زنده باشین. قربانتان عزیزایی که تو دنیا باشه که یار اولادتان زین سب. قربانتان زنده باشین. عزیزای دل یک وقفه میگیریم چون دقایق اذان محمدی همچنان نزدیک است و روزه را افطار میکنیم و عزیزا دوباره برمیگردیم. أشهد أن لا إله إلا الله
قسمی که سفره را هم آماده کرده بودیم، امید که مورد پسند خودت مبارزه باز قرار گرفته باشه. بدلت بود ما چون نبود بسیار غذای بسیار عالی بود، مطابق با می مایل دلت افتار او با مایل دل ما خدا کنه خوشه. پدر جان بابا جان آمد غذا چطور بود؟ مایل دلت بود نبود؟ غذای خوبیش بود، غذای بسیار با مزه خوشمزه. خب نوشک جانت، نوشک جانت، ما این سفره را همه روزه با شما عزیزا آماده می‌سازیم. برای مهمانای بیشی خود آماده می‌سازیم. جا داره که تشکر کنیم از این رستوران لکی فایف. آه لکی فایف که بسیار غذای خوبه برای مردمی آماده کرده. دقیقا. و دوستای ما میتونن اینجا تشریف بیارن که یک دقیقا. دقیقا. من همچنان صاحب رستوران خواست حیل جان عزیز از دوست خیلی خوب من بسیار تشکر میکنم از رستوران لکی فایف، همچنان از حیل جان عزیز که همه شب سفره را آماده میکنه برای عزیزای ما، برای مهمان ویژه ما، برای خانواده عزیزی که مستحق هستن آماده میکنن. بسیار تشکر میکنم از کارمنداشون، تک تکشون تشکر میکنم و همچنان از فواد جان عزیز تشکر میکنم، بنیانگذار چینل یوتیوب صدای کابل تشکر میکنم، از تمام کارمندای چینل یوتیوب صدای کابل تشکر میکنم که در هر بخش کار میکنن و زحمت خود میکشن. خداوند حاضرش بر از اونها همچنان بتن عزیزای دل. دیگه دقایق اخیر برنامه است و ما هم قبل از اینکه خداحافظی کنم اما یک سوال دیگه هم میداشته باشم، بعدش باز خداحافظی میکنم. میم اول به طرف مبارز صاحب عزیز. مبارز صاحب عزیز، چی پلان و چی آمادگی ها دارین انشاءالله بخیر در امی نزدیکی ها؟ بخیر رمضان تیر شد. این نزدیک از دیگه. رمضان بخیر تیر شد. رابطه اگه هدف مسابقات باشه. بله. انشاءالله بعد از مسابقات، بعد از رمضان دیگه بخیر برنامه های ورزشی ما شروع میشه. انشاءالله بخیر. انشاءالله با شما دوستا کلگی در ایران میمونیم. انشاءالله بخیر. ما هم دیگه هر جایی که باشه، در هر جایی که مسابقه داشته باشه، ما بارو صاحب میاییم دیگه. ما هم دیگه یکان فاید میگیرم اگر قرار باشه که وطندار ما را کسه. جوریت نکنیم. مقصد مبارز ملت نخورم که من مقصد قدر جان جسد ندارم. نه پدرجان خب کت وزن ما اینی خوینی خوب شد دیگه. پدرجان خند از خود خیلی زیاد تشکر میکنم، با امید خوشی های بیشتر خودت، خداوند خوشی های جهان پش روی خودت کنه انشالله. با ابرو باشی خیلی ببینی خورا که تا زامت داری زامت کشی خوش میکنم. ایت سامت نیست مایا ساختی که ما خوردیم مذبا. نوشک جانت، نوشک جانت، خدا کنن که نام خدا میشه سر سیکو بی یک دیگه کلی که هزار چیز نام خدا زیاد هست. سلامت باشی. برای یک بار دیگه هم تشکری خاص میکنم از ایتریس جان که از لندن مبلغ 10,000 افغانی را باز هم در برنامه بر ما کمک کردن که 5,000 امشب سهم برنامه بود و 5,000 افغانی دیگر همچنان فردا سهم برنامه فردا هست که انشالله تقدیم شما عزیزان میکنم. دیگه ما هم ناگزیر هستم که خداحافظی کنم. مبارز صاحب عزیز، کدام پیامه و یا هم کدام گفتنی اگر داشته باشی، کمرا در اختیار خودت است. دیگه پیام خاص ندارم، بازم بسیار زیاد خوشحال شدم که قربانتان افطاری را شب که شما بودم. زنده باشه. و بیلدهای عزیز بکت بابا جان بسیار خوش گذشت. زنده باشه. از خداوند جل جلاله او آرزو میکنم که موفقیت‌های بیشتر نصیب ما و شما و ملت افغانستان بگردد. از خداوند یک سال بنیادی، یک سال صفا و صمیمیت در افغانستان مقرر بسازید. الهی آمین. پدر جان خودت هم اگر کدام دعا داشته باشی برای هم عزیزای ما دعا کنید، چون دعای شما زیادتر مستجاب میشه و زودتر قبول میشه. دعا میکنیم بچه‌ها، دعا و همیشه وقت دعا میکنیم که خداوند تعالی اول هم مملکت ما را خدای پاک یک سال ها را می ببرد. الهی آمین. سر تا سر از قهر آدم کشی و قتل خطور خداوند تعالی دستبردارشان کنه، برای نیک دعاتشان کنه که خود کلشان دست بر دست بتن هم دیگر خدا هم برادر برابر باشه. الهی آمین. خداوند تعالی کل آل اسلام آرام داشته باشه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. بسیار تشکر میکنم یک بار دیگه از تمام شما عزیزایی که تا این لحظه برام بیننده بودین، برنامه بیننده برنامه خودتان بودین عزیزای دل، و یک تشکر خاص میکنم از عزیزایی که برام کامنت گذاشته بودن. بسیار تشکر خاص میکنم، قربان شما. و همچنان عزیزایی که کامنت گذاشته بودن که مبارز صاحب عزیز دعوت کنم امشب، مبارز صاحب عزیز همچنان برای شما عزیزا دعوت کردم. خدا کنه که برنامه مورد پسند هر یک شما عزیزا قرار گرفته باشد. باز هم تا دیدار وقت که خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. خدا نگهدار همه
شما همه شما را به خداوند یگانه میسپارم. خوش و موفق کامگار باشین در هر گوشه و کناری که هستین. ما فراموش نکنین که چنل یوتیوب صدای کابل سابسکرایب کنین، همچنان ویدیوهایش را لایک کنین. باز هم منتظر به نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه باشه، راجع به خودم باشه، پذیرا هستم. خدا نگهدار همه شما. بدرود. بسم الله الرحمن الرحیم. ما باز محمد مبارز ایدا برای تمام مردم شریف افغانستان، کسایی که در داخل افغانستان است و بیرون از افغانستان زندگی میکنن، از صمیم قلب برای خودشان و فامیلای محترمشان مبارکباد میگم. امیدوار هستم روزا عید در کنار فامیلایتان جشن بگیریم و خوبی سپری بکنیم و برنامه ما را از طریق چینل صدای کابل بیننده باشین و دوستای ما، افغانای ما داخل از بیرون اگر میخواین به فامیلای فقیر و نادار بیچاره کمک بکنن، دستگیری بکنن، از طریق همین برنامه چینل یوتیوب صدای کابل دوستای ما، همکارای ما در خدمتشان است. تشکر.